عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از بررسی پیشنهاد ممنوعیت ورود شرکتهای امنیتی خارجی به عراق در این کمیسیون خبر داد عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در گفتگوی خبری اعلام کرد که این کمیسیون با توجه به سابقه سیاه شرکتهای امنیتی برخی کشورها در عراق و ادامه اقدامات مشکوک آنها در حال بررسی ممنوعیت ورود شرکتهای امنیتی خارجی به این کشور است وی با اشاره به برخی فعالیت های مشکوک این شرکت ها در جنوب عراق گفت فعالیت این شرکت ها به حفاظت از میدان های نفتی و یا شرکت های تجاری محدود نیست بلکه پیشبرد سیاست کشورهای متبوع خود در عراق را نیز شامل می شود وی افزود شرکت های امنیتی تعداد زیادی از افسران اطلاعاتی کشورهای مختلف را در خود جای دادن که در حال جمع اطلاعات در مورد نیروهای مختلف عراقی هستند و از طریق برخی سازمان های مردم نهاد وابسته احتمالا برای سرنگونی دولت عراق و ایجاد هرج و مرج در این کشور تلاش می کنند.